یک سوم. حالا میتونیم سه رو مخرج مشترک بگیریم، میشه ایکس به اضافه دو سوم یعنی گذر. پس اینم اگر دیدی رابطه خطی ایکس به اضافه دو سوم. چرا؟ چون تفکیک همیشه از آسمون به زمینه. ببین آ به اضافه بی سیوم میشه آسیوم بی سیوم. تفکیک همیشه از آسمون، از آسمون به زمین، 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 به زمین. با قلب من تفکیک بکن ای خوب خوب، ای خوب من، ای صبح بی فروغ من. با قلب من تفکیک بکن ای خوب خوب، ای خوب من، با قلب من تفکیک. پس تفکیک با قلب انجام میشه از آسمون به زمین. برعکسش تفکیک از زمین به آسمون نداره. اگه بود آب رو بی بزن فسی نمیشد، آبی آبی بی 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 نمیشد. خب پس ببین تو اینو الان تفکیکش بکنی با قلب من، قلب منم که آبیه، قلب من میشه x سوم به اضافه دو سوم. بچه x سوم همون یک سوم xه، کدومش با کلاس تره؟ به نظر شما یک سوم x با کلاس تره یا x سوم؟ x سوم. آفر عزیزم. احسان جان عدد گذاریه چیه دیگه؟ این تستا دیگه گلابیه دیگه. تو داری در قالب این تستا مفهوم رو یاد میگیری. عدد چی بذاری؟ مثلا بذاری خیلی سختتر میشه که. من این تست رو در کمتر از 10 ثانیه حل میکنم. من داشتم به شما توضیح میدادم چی بشه یک سوم ارزاد باشم دو سوم، یک سوم ایس بذار به دو سوم گزینه سه. عدد گذاری آدم زمانی میکنه که حل تست انقدر طولانی باشه، انقدر سخت باشه که تو نتونی بفهمی چیه. تو اگر اینو بخوای عدد گذاری کنی یعنی اصلا کلاهت پس معرکه است، یعنی اصلا تو بازی نیستی عزیز دلم. خب عدد گذاری هم میکنیم ولی یه جایی که واقعا نیاز باشه. تابع خطیه این. بچه این کجاش خطیه؟ بچه این تابع کجاش خطیه الان؟ به نظر شما خطیه؟ حالا این که شبیه تستایی چی هست تو بیخیال شو، من گفتم که دارم از نهم دهم شروع میکنم دیگه. آفرین، این ضریب ایکس دو باید صفر باشه. خودش داره میگه تابع خطی، پس ضریب درجه دو باید صفر باشه. یعنی آ چند باشه؟ آ مساوی دو باشه. حالا عمه سادات بیقراره به وصیت سادات عمل کن، عمه سادات بیقراره به وصیت سادات عمل کن. سادات وصیت کرد. یکی میگفت سادات رحمت الله علیه، گفتم آقا رحمت الله علیه واسه کسی میگن که مرده، بگو مد ظله العالی مثلا، نه یا مثلا چی یه چیز دیگه میگن دیگه چی میگن شما اینا رو بعد. آقا وصیت سادات رو عمل کن. سادات وصیت کرد اگر مجهولی معلوم شد، اگر نه اگر خیلی شأن اگر، هرگاه بگیم هرگاه مجهولی معلوم شد بذار سر جاش. الان مگه آ رو به دست نیاوردی دو؟ چقدر زشت شد اون دک دهنش. آ رو مگه به دست نیاوردی دو؟ و دو رو بذار سر جاش، به جای آ بذار دو، به جای آ بذاری دو اف ایکست به دست میاد. به جای آ بذاری دو اف ایکست چی میشه؟ میشه چهار ایکس به اضافه ب. خب الان چند تا مجهول دارم؟ بگو به عمو، بگو قربونت برم.
آفرین، الان یه دونه مشغول دارم. چه کلاسی، چه کلاسی، به 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 به. الان یه دونه مشغول دارم. برای یه دونه مشغول نیاز به یه معادله دیگه دارم دیگه. اینا داده دیگه، گفته محور x ها رو در نقطه ای به طول سه قطع میکنه. یه معادله اینجا به هم داد، محور x ها رو در نقطه